برای اطلاع از انتشار ویدئوهای جدیدمون کانالمون رو سابسکرایب کرده زنگوله رو بزنید. با سلام، قصدیم در این بخش از آموزشمون یک بازی قدیمی، بازی مار رو با هم بسازیم. امیدواریم که از این آموزش خوشتون میاد. یه چند تا اسپریت لود میکنیم که قبلا آماده کردیم. اسپریتمون رو نامگذاری میکنیم که بدن مارمون رو تشکیل خواهد داد. اسپریت سر رو هم لود میکنیم که 4 حالت برای 4 وضعیت خواهد داشت: بالا، پایین، چپ، راست. یه اسپریت دیگه هم لود میکنیم برای وضعیت غذای مارمون که باعث گنده تر شدن مارمون میشه. یه آبجکت ایجاد میکنیم برای بدن مارمون. یه ایونت آلارم، تنها کدی که در این آبجکت ایجاد تایم کرد در ایونت آلارمش قرار خواهد گرفت. آبجکت بعدی کریت تغییر برام SPD مساوی 20 که سرعت حرکت مارمون رو تعیین خواهد کرد. ضمناً این متغیر هرچی کمتر باشه سرعتش بیشتر خواهد بود. برای اینکه فریم های اسپریتمون توی آبجکت به نمایش در نیان، ایمیج اسپید رو مساوی 0 قرار میدیم. آلارم 0 مساوی SPD متغیر به نام M ایجاد میکنیم که در کوتاهی بعدی مورد استفاده همون قرار خواهد گرفت. یه حلقه 4 ایجاد میکنیم که اجزای بدن مار رو در ابتدای شروع بازی ایجاد کنه. برای اینکه اجزای بدن مارمون پشت سر هم قرار بگیرن، X منهای 32 ضرب در N قرار میدیم. X Y مربوطه، عمقش 0 و آبژه بادی. از طرفی برای اینکه آبژکت های ایجاد شده بادیمون حذف بشن، آلارم
صفر آبجکت ایجاد شده رو برابر ان قرار میدیم. یه ایونت دیگه ایجاد میکنیم به نام آلارم صفر. برای اینکه در حین حرکت اجزای بدن مارمون ایجاد بشه و بعد از مدت زمان مشخصی حذف بشه. برای اینکه آبجکتمون حرکت کنه این کد رو قرار میدیم که به صورت 32 خانه 32 خانه حرکت کنه و مشکلی در بازیمون ایجاد نکنه. برای اینکه آبجکتمون اگر از صفحه خارج شد از اون سمت صفحه وارد بشه این کد ها رو وارد میکنه. هشتصد عرضه روم ما خواهد بود. و همین کد ها رو برای طول روممون در نظر می گیریم که برابر با 576 خواهد. عرض و طول روممون قابل تقسیم بر 32 هستند. برای اینکه فریم های سر مارمون درست باشه این کد رو وارد میکنیم. این کد رو هم وارد میکنیم که آلارممون به صورت متداول اجرا بشه. چهار کلید در نظر میگیریم برای جهت دهی به حرکت ما و برای اینکه آبجکت سر مارمون بر نگرده روی بدن خودش این کد ها رو وارد میکنیم که از این اقدام جلوگیری بشه.
یه کد دیگه برای ریستارت کردن روم زمانی که برخورد میکنه پلیرمون با بدن خودش. میریم آبجکت فود رو ایجاد میکنیم که باعث میشه مارمون گنده تر و سرعتش بیشتر بشه. در صورت برخورد با سر مار این آبجکت دوباره ایجاد بشه. و تغییرات لازم بر آبجکت هدمون ایجاد کنیم. این کدامون باعث بزرگتر شدن مارمون میشه. و این کدامون باعث افزایش سرعت مارمون خواهد شد، ولی به صورت کند این افزایش انجام خواهد شد. در صورت برخورد با بدن مارمون همین کتا رو میزنیم، فقط هیچ تغییری در اصل ماجرا نخواهد داشت. برای اینکه امتیازمون رو هم رسم کنیم اسکور به اضافه مساوی 1 میکنیم. این امتیاز رو باید توی آبجکت هد مقداردهی کنیم و رسم کنیم. گویا اینجا هم اشتباه نوشتیم، اصلاح میکنیم این رو. ایونت آلارم رو هم یک بار باید چک کنیم کدی اشتباه نشده باشه. اینجا باید اسپید ضرب در ام شد که دنباله دار باشد آبجکتمون. یک ایونت دراو ایجاد میکنیم و آبجکتمون به همراه امتیاز رو رسم بکنیم. دراف ست کلور برای اینکه متن نوشتمون به رنگ سفید باشه، چون روممون سیاه هست ایجاد کرده، و دراف تکست برای رسم امتیاز ما. ابعاد روممون رو اصلاح میکنیم و آبجکت های مربوطه رو در روممون قرار داده بازی رو تست میکنیم. اگر از ویدیو خوشتون اومده لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید. بله، بازیمون
تک می شد. امیدواریم که از این آموزش استفاده کرده باشید. خدا نگهدار.